اتفاقی براش نیفتاده، قلبش نشکسته، حالش هم خیلی خوبه، داره فیلم بازی میکنه که ما بریم به کوزایی بگیم که خیلی محکمه. منو نگاه کنید و به کوزایی بگین که این خیالم هم نیست، زندگی ادامه داره. من این حالو خوب میفهمم، منم یه روز اینجوری بودم. منظورت اینه دیگه؟ یادت میاد یه روز به من چی گفتی؟ در مورد کوزه چرت و پرت میگفتم. حالا هرچی، بعضی وقتا با خودم میگم که اگه حرفات چرت و پرت نبود و واقعیت داشت، یعنی فقط، خب من فقط بهش فکر میکنم، یعنی که اگه کس دیگه ای منو دوست داشت و یه جورایی حواسش پیش من بود، من با گونه ازدواج نمیکردم، بعد می رفتم پیش اون. به نظرم اینجوری خیلی بهتر می شد، خیلی راحت تر بودم، حداقل از الان بهتر بود، اینطوری خیال همم راحت می شد. تو چقدر بزرگ شدی، یه دختر مهربون و تمام عیار. اوه می بینم خوب داری حال می کنی. دیگه بستمه. حالا کجاشو دیدی؟ الان باید واسه توریستا والس هم برقصی. اتفاقا پرسید بعد اینجا کجا میریم. با خودم گفتم دیگه بسته، یواش یواش فرار کنی. آره بریم، فردا باید بریم سر کار. من این هفته مرخصی گرفتم. اوه زرنگ شدی. 10 روزه دارم سخت کار میکنم، وقتشو یکم استراحت کنم. یعنی بمونی؟ نه بابا، یعنی تا وبالمون نشدن بریم. موافقم، 2 روزه که داریم خوش میگذرونیم دیگه بسه. چی گفتی؟ میگم 2 روزه داریم خوش میگذرونیم، زیادیش دیگه خوب نیست، بده، ضرر داره. شوخی میکنه بابا، دیروز روز خوبی نداشتی. داداش این حساب ما رو میاری؟ بچه زود باشین، سامی خان امری نداریم، رفتیم بتره کنیم. تمام شد؟ نه بابا بازم هست، به زور بتونم اینا رو پخش کنم، اونا رو علی پخش میکنه.
علی هم بالاخره باید یه کاری بکنه دیگه. شما باید دو نفر دیگه هم بیارین، نمیرسین ماشاءالله. بابا چون من فعلا رفتم، علی هم بعدن میادش. زود باشین، زود باشین بچه ها، به کوزه کمک کنین. بدوین کوزه. دسته اینا مال قنادی ها. میدونم. یه لحظه وایسا بابا، زود باش بابا، ملت منتظرمونن. لباس عروس مونده، اینم سر راد بده خوشرویی. دیرم شده حوزه، اگه دیر پسش بدیم اجاره هر روز ازمون میگیرن. من از اونجا رد نمیشم بابا، الانشم دیرم شده. میمیری از اونجا رد چی؟ من مغازه رو ول کنم برم؟ بده بگی. لباس عروس سیندرلا خانوم، خبر مرگش. گلتن خانم مغازه رو باز کرده، من یه لحظه برم پیشش. بیا تو. فعلا بیا تو، بعدن میری. راستش اون پسر اینجاست، دلم نمیخواد بیرون باشی، لطفا. باشه چشم، نمیرم. مگه نمیخواستی ظاهر شدن عکس رو یاد بگیری؟ اصلا مگه نمیخواستی کمکم کنی؟ از در نیامده تو میخوای فرار کنی؟ رسمش اینه؟ خیلی خوب، گفتم نمیرم که. بیا قربونت برم. الو الو پسر، چی شده؟ امروز علی میگه سرمون خیلی شلوغه. راست میگه، از صبح تا الان این پنجمین سرویسمونه که داریم میبریم. مگه از صبح چقدر گذشته؟ بهت گفته بودم این طرفو بهتر جواب میده. داداشتو دست کم نگیر مهندس قلابی. بچه ها زود باشین، دیرمون شده. اینا هم همشون ادا اطفار دارن، زود باشین دیگه. ببین چی میگم، بابا میگه باید دو نفر کمک بیارین، چون اینجوری به کارا نمیرسیم. خودم واسط میارم، میخواستم بگم علی برگشته بالا سر دستگاه. میدونم، من بهش گفتم بره، گفتم تا بیام یه پارتشو پخش کنم. گوشت دومانه کوزی. پسر ما موفق شدیم ایشالله. پسر بسته دیگه، قطع کن بذار به کارام برسم، یه عالمه کار دارم. باشه داداشی، خیلی دوستت دارم. نوکرتم داداش، خداحافظ. دیگه الان میتونم برم پیش گلتن خانم. به این زودی خسته شدی؟ فقط میرم موهامو درست میکنم، بعد تا شب اینجا. برو. کاری با گلتن خانم نداری؟ صبح بخیر.
صبح تو هم بخیر. با من کار داشتی؟ نه، با جان کار داشتم. تو اتاق بارش خانی. خانم خانم، ما میتونم کمکت کنم؟ موات خیلی بلند شده. میدونم. صبح خیر. صبح خیر. الان اومدی؟ اصلا نتونستم بخوابم. متوجه شدم دیشب خیلی دیر برگشتین. آره، با گونه شام رفته بودیم بیرون و بعدم رفتیم قایق سواری، واسه همین دیر شد. آماده ای برای جلسه؟ چند دقیقه دیگه میام میبینمتون. باشه باشه، الان حلش میکنم. کمکارم واسه میفرستم. قربانت، فعلا خدافظ. صبح خیر عزیزم. باورت نمیشه فروش چند برابر شده. بچه‌ها نتونستن به کارا برسن، میخوام کمک ببرم. چه خبر خوبی. یه چیزی میخوام بگم، اگه اینجوری پیش بره فروشمون فوق‌العاده میشه. ای بدبخت. ول کن، حواست به ماکارا باشه، من حلش میکنم. علی یکم دیگه میاد. خسته نباشی بابا جون. مرسی، خوش اومدی. کوزه اینجا نیست؟ نه، واسه پخش رفته، امروز سر شلوغه. خب خدا رو شکر. پس لباس عروس برده خوشرویی؟ آره برده. تو چی کار میکنی؟ کجا میری؟ یکم خرید دارم. خسته نباشید، فعلا میبینم. به سلامت. آره آره، دولا میشه، فقط طرف راستش. گوش کن یه لحظه، اشتباه نکنی، دولا اونم فقط طرف راستش. باشه، تو طرحشو بکش بفرست به ایمیلم، منم نگاه میکنم. خیلی خوب، فعلا خدافظ. دست بردار نیستن. ندیدین تو پاریس چه وضعیتی بود؟ هر دقیقه زنگ میزدن. نمیدونستم به کارای اونجا برسم یا جواب تلفنای اینا رو بدم. کل روزم با تلفن حرف میزدم. چای میل داری؟ نه مرسی. وقت بخیر، بفرمایی. ما با هم آشنا نشدیم، من سیمایم، زن کوزه. خوشبختم، تبریک میگم. خیلی ممنون. اینا عکسای عروسی من. کی حاضر میشن؟ یکی دو ساعت دیگه بیام خوبه؟ یه ساعت دیگه تشریف بیارین. چقدر میشه؟ موقع تحویل دادن میگم. باشه، یه ساعت دیگه میام. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بودو بیا، بودو دست به جنبون. عکسا رو دادم چاپ کنن، میرم پیش گلتن خانوم. باشه. یه قهوه میخوردیم با هم بعد میرفتی زینب جان. بابا منتظره یه وقت دیگه. فالت هم میدیدم، خوب میشد. یه خیلی خوب فال میبینم. بی زحمت بده به دخترها، من میخوام برم یه نگاهی به هولا بندازم ببینم خوش شدن. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم مرسی. عکسای عروسی رو دادم چاپ کنن، گفتم تا حاضر بشه بیام اینجا پیش شما. اما من دارم میرم بیرون، همین الان داشتم میرفتم واسه خرید مغازه. باشه. سلام. سلام، چطوری؟ خوبم. شما برین اونجا رو تمیز کنین، زود باشین. عکسای عروسی مو دادم مغازه شما. میخواست اینجا بشینه تا چاپشون تموم بشه. زینب. به سلامت زینب جان. من خیلی دوست داشتم با تو یه دوستی صمیمی داشته باشم، اما شنیدم که همشون دروغن، همشون. دخترها تلفن. الو، نورشان جان. نمیخوام در موردم فکرهای بدی بکنی. نمیخوامم ناراحت بشی. آره آره هستم، تشریف بیاری. من ناراحت نمیشم، ناراحت میکنم. از کوزه فاصله بگیر، دم به ساعت بهش اسمس نزن، وگرنه از این کارت پشیمون میشی. پیش همه آبرتو میبرم. حواستو جمع کن. Thank you.
قهوه لطفا. چی شده؟ هیچی. چی بهت گفت؟ ناراحتت کرد؟ نه بابا، فقط حال و احوال پرسی کرد. سفارش جدیدم که داری، مثل اینکه با اینا باید کارو یاد بگیرم. شروع کنی؟ با من کار داشتی؟ باید در مورد یه موضوع مهم باهات حرف بزنم. شاید بین ما یه دوستی معمولی باشه، ولی اینجا من مدیرم و تو یه کارمند. بله؟ اصلا خوشم نمیاد تو محیط کار منو تو خطاب کنی. حق با شماست. کار جدا، دوستی جدا. از این به بعد دیگه تکرار نمیشه. بانو، همه منتظر متن جلسن. عجله نکن، الان حاضرش میکنم. جمره، یه ایمیل برات فرستادم. به فرانسه ترجمهش کن و به هم بده. ببین، باریش رزومتو چک کرده بود نه؟ اگه اشتباه نکنم نوشته بودی زبان فرانسه هم بلدی. بله، یه مقدار بلدم. خیلی محدود و ابتدایی، در حد یه بچه مدرسه ای نه؟ بانو، فکر نمی کنی متن جلسه از همه واجب تره؟ میخوای اونو بده بچه های بالا 5 دقیقه ترجمهش کنن؟ لازم نیست، خودم حلش میکنم. تا 5 دقیقه دیگه میرسونم دستتون. خدای من. تو که میدونی این کار از دست جمره بر نمیاد، چرا این کارو میکنی؟ میخوام بدونه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. آدمای با استعداد باید تو این شرکت کار کنن. آدمای بی عرضه باید اخراج بشن. جمره، مشکلی که با باشگاه گلف پیش اومده بود و حل کردی؟ بله، ساعتاشو هماهنگ کردم. ممنونم. برای نهارم برای 5 نفر جا رزرو کردم، بلیط هواپیمای مادرتونم اوکی کردم و فرستادم خونه. عالیه. واسه بزرگ کردنش اینو باید بزنم؟ تنظیمات کنتراستش هم اینجاست، میخوای اینو بزن؟ باشه بابا. نه، تنظیمش کن. جونم جمره، بیدادم برسه اینم. چی شده؟ میگم تو الان خونه ای؟ نه، مغازم پیش بابامم. اگه یه متن برات ایمیل کنم میتونی به زبان فرانسه ترجمهش کنی؟ این بانوی بیشعور یه متن به هم داده، گفته به زبان فرانسه 5 دقیقه ترجمهش کن. باشه، بفرستم این الان ترجمهش میکنم. خب فرستادم، الان چک میکنم. ببخشید بابا، این واجب تره، باید این متن رو بفرستم برای جمره. به کارت برس. همه جا رو خوب نگاه کن قربونت برم، اگه تلسمی چیزی هست باطلش کن.
خیالت راحت باشه. اومدم ببینم اینجا چشمش هست یا نه. میخوام ببینم تلسم و این چیزا هستش یا نه. ولی سعی در نمیارم تو این حرفا رو نزنی یا. منم نمیگم همچین چیزی هست، اما آدمای بیخبر از خدا از این کارا میکنن دیگه. مطمئنم کسی اینجاهای دعایی تلسمی قایم کرده. تو رو خدا یه نگاهی بنداز، زبون همه بسته شده. مطمئنم یه چیزی هست. استغفرالله خدای من، استغفرالله، استغفرالله. زود باش، عجله کن، الان عروسم میاد، هر جا باشه پیداش میشه. تو رو خدا همه جا دعا بخون، همه جا. بذار ببینم فال ما چی در میاد. آی تو رو خدا از این کارا نکن، اینجا هیچ کی از فال قهوه سر در نمیاره. شوخی کردم، حال روز منو که دیگه همه میدونن. دخترها بیان این فنجونا رو بشورین. مجله جدید نداری؟ اوناش همش اونجاست. اصلا دست بردارم نیست، پاشو برو دیگه. سیمای، پس کی کارتو شروع میکنی؟ به خاطر عروسی یه هفته مرخصی گرفتم. یعنی یه هفته دیگه. چه خوب، چه خوب، خوبه. زود باش زینب، زود باش. نتونستی تمومش کنی نه؟ چرا، تموم شد، داشتم می آوردمش. ایمیلش میکنین یا اینکه پستش میکنید؟ کی برا ترجمه کرد؟ 5 دقیقه این متن رو رسوندم دستتون خانم دیگه، نه؟ من خیلی با استعدادم، کارمم خیلی خوب بلدم. یه نگاه بهش بندازین میفهمین. ظاهرن مرسین به مزاجت خوش نیومده. این هفته خیلی حاضر جواب شدی. منم تو محیط کارم از شما احترام متقابل میخوام خانم مدیر. لطفاً منو داخل اختلافات خانوادگیتون نکنید. چرا اینجا کار میکنی؟ منظور چیه؟ از عذاب کشیدن خوشت میاد؟ هر روز با دیدن گناهی زجر نمیکشی؟ تو معنی غرور رو میدونی؟ من که با گناه کاری ندارم عزیزم، ولی انگار تو دست برداره من نیستی خانوم. چرا؟ من به خاطر خودت میگم. مطمئنی؟ یا به خاطر اینکه گناهی هنوزم به من فکر میکنه ناراحتی؟ همچنین خبری نیست. آره خوب، از طرف من هیچ خبری نیست، اما در مورد گناهی مشکل توه. تو چطور جرأت میکنی با من اینطوری حرف بزنی؟ برای اخراج من دیگه میخوای با کی صحبت کنی؟ برای یه همچین کاری خودمو کوچک نمیکنم. خیلی خوشحال شدم اینو شنیدم. چی شد؟ هیچی نشد، یه سوال پرسید، منم جواب دادم. من دارم میرم جلسه، تلفنم پیش تو بمونه. باشه. حاضره؟ بله حاضره. بگو جمره. زینب تو یه فرشته ای. مشکلت حل شد؟ چجورم حل شد؟ بعدن قضیه رو کامل برات تعریف میکنم، فقط میتونم بگم که در حقم خیلی لطف کردی. خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم، هر وقت خواستی حاضرم کمکت کنم. مرسی عزیزم، میبوسمت. منم همینطور، بای بای. بفرمایی. ممنونم، چقدر میشه؟ قابلی نداره. نه مگه میشه؟
اینا به عنوان هدیه ازدواجتون از طرف من و زینبه. واقعا؟ خیلی متشکرم. اما اگه امکان داره از این به بعد عکساتون رو به اون یکی عکاسی بدین. دستگاه اونا از ما پیشرفته تره، بیشتر راضی میشین. باشه، حتما. خسته نباشید. به سلامت. خیلی ممنون بابا جو. خیلی عروسی و شلوغی نشد، فقط فامیلای نزدیک دعوت بودن. اگه دعوت میکردیم از شهرستان یه عالمه مهمون میومد. عروس خوشگلی شده بودی. مرسی، ایشاله عروسی تو. کوزه من روز اکسا رو ندیده. کوزه بی ببین اکسا رو دادم چاپ کردن. کجا دادی چاپشون کردن؟ همین عکاسی کنار ساحل. غذا حاضره، بفرمایین. بانو عزیزم بیا دیگه. اجازه بدین گنهیم بیاد. من دیگه میرم داداش. شامو با هم میخوریم بعد هر کجا خواستی برو. نه کار دارم. بشین غذای خونه بخور بابا. قراره کبابی لب سوالی کباب برام درست کنه این هوا. بیچاره. خاله هندان برام غذا داری؟ معلومه که برای همه دارم. آخ با عکسا مشغول شدیم یادم رفت بیام کمکتون. بیام کمک؟ نه عزیزم، من خودم به همه کارا میرسم. عکسات همش همینه؟ آره. کوزی آماده باش که فردا باید بری آنتالیا. خیر باشه. آخه با باشگاه گلف قرارداد بستیم. خب آخر هفته اونجا یه مسابقه دارن، یعنی باید تا آخر هفته همه دستگاه رو را بندازیم. واسه همینم تو میری با یه کارگاه قرارداد میبندی تا آخر هفته هم همه دستگاه رو را میندازی. ها؟ باش قبول. چند روز میمونی؟ نمیدونم، تا وقتی کارا تموم بشن. درستش میکنم. بابا من فردا دارم میرم آنتالیا. تا اومدنم علی به همه کارا میرسه. من ردیفش میکنم عمو سامی. باشه. مثل اینکه کوزایم دنبال بهانه برای بیرون زدنه. نه بندش، بذار منم یه نگاهی بندازم. چرا جمره تو عکس نیست؟ به نظرت باید باشه؟ هست بابا، هممون هستیم. حتی منم هستم. داشتیم دست جمعی میرقصیدیم عکس گرفتیم. سیمای، عکسایی که با هم گرفتیم کجاست؟ راست میگی، بذار تو پاکت رو یه نگاهی بندازم. بانو این دیگه چیه رو صورتت؟ مگه نه کوزه؟ آره بزرگترم شده. چرا همه امروز گیر دادن به این جوش من؟ آخه مگه میشه گیر نداد؟ ماشاءالله قله اورسته. باشه دیگه، تا تمومش کن. اینجا عکسا. نه خدا وکیلی جوش. بذارش اونجا میبینه. دوباره شروع کرد. صورتشو گرفته. اصلا به تو چه مربوطه؟ این از کجا اومده؟ نمیدونم، فکر کنم کوزه خریدتش. برات ساز میزنه؟ من حتی نمیدونم بلده بزنه یا نه. بلده، من میدونم. روزی که با زینب آشنا شد برامون ساز زد. چرا اینا رو جدا کردی؟ گفتم شاید نمیدونی جمرم با ما اومده، نخواستم مشکلی پیش بیاد. مثلا خواستی گناه تو درد سر نندازی ها؟ زیرنگه کردی واسه من؟ چه ربطی داره؟ با جمرم که خیلی صمیمی شدی. مثل اینکه تو هم با زینب جونجونی شدینا. اعتماد به نفست هم که خیلی رفته بالا. من همیشه اعتماد به نفسم بالا بود. قبل از ازدواج با کوزه اینطوری حرف نمی زدی. حالا که ازدواج کردیم. زیاد در این مورد مطمئن نباش. از کوزه هر کاری بگی برمیاد. این تویی که نباید رو گنه حساب کنی. تازه شما هنوزم ازدواج نکردین. باشه سیمای تکی ناقلو، این یادت بمونه.
منظور خاصی نداشتم. من منظور تو رو خوب فهمیدم عزیز دلم. تو هم اگه فکر میکنی زندگی خوبی داری، سخت در اشتباهی. دلم به حالت میسوزه. الو جانم، از خواب که بیدارت نکردم زینب جان. ببخشید این موقع مزاحمت شدم. نه نه، داشتم کار میکردم. اتفاقی افتاده؟ نه، یه خواهشی ازت دارم. فردا باید برم آنتالیا، برای ما کار قرارداد جدید میبندم. تو هم با هم میایی بریم؟ به کمکت احتیاج دارم، لطفا نه نگو. باید تا آخر هفته دستگاه رو واسه یه مسابقه گلف آماده کنیم. فهمیدم، ولی باید با نسرین خانم هماهنگ کنم. خب منم همین احتمالو دادم و بهش زنگ زدم، گفت مشکلی نیست. این هفته هم که مرخصی گرفتی. آره تو مرخصی هم، ولی لطفا زینب، غیر از تو هیچ کس به ذهنم نمیاد که بتونه کمکم کنه. نه نگو دیگه. باشه، فردا ساعت چند؟ پروازمون ظهره، بلیتارم گرفتم. تو کاراتو بکن و حاضر شو. تو فرودگاه هم دیگر رو میبینیم. منم چند تا جلسه دارم، خودمو به پرواز میرسونم. باشه، چند روز طول میکشه؟ همش به تو بستگی داره. به نظرم تو دو روزه تمومش میکنی. راستی یادم رفت بگم که چون قراره با هم همکاری کنیم از خجالت در میام. اونش زیاد مهم نیست. باشه، فقط منم یه تماسی با نسرین خانم بگیرم، اگه گفت مشکلی نیست باهات میام. خیلی ممنونم، تو فرودگاه میبینمت عزیزم. اینجوری تو این خونه راه نرو. روزی که از این خونه گمشی بری تا صبح میزنم میرخصم. داداش اگه کاری نداری من برم. اشین کجا میخوای بری؟ میرم بخوابم. تو هم فردا باید بری آنتالیا. میریم حالا، بی خیال شو. دیگه نمیتونی تو خونه بمونی نه؟ کوزی. دیروز با جمره حرف زدم. مفصل با هم حرف زدیم. خیر باشه. مشکلی داری؟ افسرده است. به نظر من یعنی نمیتونم ناراحتیشو ببینم. راجب گونه یه؟ میدونی اون خیلی حرف نمیزنه، به زور میتونی از دهنش حرف بکشی، مثل خود تو میمونه. اگه از قبل و من حرف میزدی، اگه اون موقع به هم گفته بودی کار به اینجا نمیکشید. حالا ناراحت نباش، هنوزم دیر نشده. خیر باشه، حرفی که تو دلت مونده رو بزن. داداش من، تو قبل از گونه عاشق جمره شده بودی.
پسر تو داری چی میگی؟ خوبه دوباره عصبانی شو. حرف برادرت هم گوش نکن. پشت منو بزن. پس به من حرف مفت نزن. شنیدی؟ حرف میزنم چون حرفام درسته. علی حالتو میگیرم ها. میخوای بگیری بگیر. راستش این عادت توه. هر وقت که ناراحت میشی صدات فرق میکنه. دروغ میگم؟ اگه دروغ میگم بگو. تو اول مسئله جمره رو تو دلت حل کن. جمره واسه من خیلی ارزش داره. فقط همین. کوزی شاید اونم جمره دوست دختر سابق برادرمه. نامزد بودم با هم. فقط همین. من اونو تو جای دیگه ای از دلم گذاشتم. تا آخر عمرم نمیتونم بهش فکر کنم. تا آخر عمرم جایی که گذاشتم میمونه. میدونی چیه داداش؟ هر بلایی که سرت میاد به خدا حقت. نه سیمای زنمه نه اون یکی. نمیدونم چرا با خودت این حرفا رو میزنی. چرا خودتو نابود میکنی؟ این احمقا رفتار میکنی. هرچه باد باد. اصلا ولشون کن. مثل آدم زندگی کن. پسر من این همه ناامید نشده بودم. خیر باشه چت شد. پسر اگه اینجوری ادامه بدی هیچی ازت نمیمونه. دارم بهت جدی میگم. باشه بیا بزن. به سلامتی. به سلامتی تو. دمت گرم. بانو خانم، مگه امروز شما نمیرین آنتالیا؟ امروز صبح زینب اینطوری میگفت. آره ولی متاسفانه نمیتونم برم، یه جلسه مهم برام پیش اومده. زینب تنهایی میره؟ نه، واسش یه همسفر خوب پیدا کردم. لطفاً عجله کنین، داریم درها رو میبندیم. انگار دوستم هنوز نرسیده. زینب تو اینجا چیکار میکنی؟